I know I can't take one more step towards you. سلام عرض میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه. با نیم ساعت گیم پلی بازی کروسیدر کینگ 3، چی میشه معنیش؟ پادشاهان مقدس 3. کروسیدر میشه مقدس، کینگ هم که میشه پادشاه دیگه. این کینگدام منه. اگه کسی بازی کرده باشه الان برگاش ریخته کل اینا، این وسط آبی آورم دیگه، فرانسه منم. از این یه دونه کوچیک شروع کردم، کل اینا رو الان دارم. 103 ساعت من این بازی رو بازی کردم، نه فقط تو همین سیف، 6-7 بار تا الان از اول شروع کردم این بازی کردن. بازی تو سال 1453 تموم میشه، یعنی 140 سال دیگه از تایمی که من الان هستم. کلن بازی بذاریم، باید توضیح خیلی ریزی بدم کلن در مورد همه چی بازی، بعدم بریم بکنم بازی کنیم دیگه. بازی ردد استراتیجی بازاست، یعنی من الان 10 ساعتم ویدیو آموزشی بذارم برای این بازی، بازم این چیزایی هست که نگفتم و بهتون یاد ندادم، چون بازیه انقدر خرت و پرت داره. من تا همین امروز صبح چیزای مهم رو نمیدونستم کلن. 100 ساعت بازی کردم من، برگام 100 ساعتم تو پروفایل ایکس باکس هم نوشته دیگه، چون پلی استیشن که رو کنسول میره رو پروفایلت مینویسه چند ساعت بازی کردی، اما رو ایکس باکس نمینویسه. ایکس باکس بعد تو اپ گوشی، از تو اپ گوشی ببینی چند ساعته. حالا اگه بخواین اونو جدا یه ویدیو براش میگیرم که چجوری نگاه کنید، حالا این مهم نیست. اینجا من از اول منوها رو نشون بدم. این منو کینگدامتونه، پادشاهیتونه. الان من میتونم 8 تا دومین رو خودم به شخصه رهبری کنم، همه چیزشون دست کنترل من باشه، 8 تا فقط. 60 تا ویژوال میتونم داشته باشم، 60 تا زیر مجموعه، حالا کوچیک و بزرگش دست خودت بسته یاره به مدیریتت. این کراون اتوریتی، اگه اشتباه نکنم، اگه اشتباه تلفظ میکنم ببخشید، این همون قدرت تخت و پادشاهیتونه. هرچی این به سمت 4 بره قدرت بیشتری شما دارید، کارهای بیشتری میتونید بکنید توی پادشاهی خودتون. چون اینجوری نیست که شما پادشاهی هر غلطی بخواید بکنین تو این بازی، اصلا از این فازون نیست. یعنی من خودم با این دید اومدم تو این بازی که من پادشاه هم دیگه، کسی رو حرفم حرف نمیزنه، طرف اومد زد تو گوشم از پادشاهی انداختم پایین و یه وضعیت خرابیه کلا. من الان لیمیتد کراون اتوریتی ام، یعنی قدرت پادشاهی محدوده. یکی میشه های کراون، یکی دیگه میشه ابسولوت کراون دیگه، یعنی میزنم تو گوش همه و اینا. اما مشکل داره، هر چی این بره بالاتر پادشاهیتون، اون زیر مجموعاتون ناراحتن ازتون. چه اتفاقی میفته زیر مجموعاتون ازتون ناراحتن؟ بیایم این طرف، اینجا این اتفاق میفته. این کاری که زیر مجموعای من دارن همزمان علیه من انجام میدن. این دوداشمون بزن من اینو بکشم، خبر نداشتم نداشت. ها اصلا در جریان کشتنش، الهی. اینجا میتونین ایجنت استخدام کنین سر اینا رو کشکش. برگردیم سر همون ریل، دومین رو داریم که اون جایی که من کنترل میکنم. این ویژوال همونن زیر مجموع همون، مثلا الان این 7.8 در ماه به من خراج میده. این چقدر میده؟ این 6 میده. حالا کوچیک بزرگ دارن دیگه، این 8.9 میده، مثلا نمیدونستم این 8.9 میده کو؟ تازه های میتونه تنظیم کنید کاملا که مثلا از این ویژوالتون سرباز بیشتری بگیرید، خزانه بیشتری بگیرید، میتونید جفتشو برید بالاتر، ولی خب اون ویژوال ممکنه قاطی کنه، بزنه نرمتون کنه. این چیزتونه، این وارثه، میخوام کلمه فارسیشو پیدا کنم فارسی صحبت کنم. این کلمه فارسیه، این کلمه وارثه. این منو در مورد اون نفر بعدیه که میاد جای شما، چون میمیره دیگه پادشاه. این مثلا یه چیزیه که باز کلمه فارسی شدم رفت، لعنت به این زندگی. این در مورد اینه که شما یه پادشاهی دارین، مثلا 3 بچه دارین، 4 بچه دارین، اون پادشاهیتون طبق این چیزی که اینجاست بین بچه هاتون تقسیم میشه. باز اینم چیز داره ها، حالت داره، الان حالتشو بهتون میگم. چون اینجا مثلا جندر لا من میل پرفرس، یعنی مرد چی میگن دامینیتس. بابا لعنتی چقدر سخته وقتی بازی انگلیسی میخوای فارسی توضیح بدی بازی رو.
یعنی اینکه مردا بیشتر سر کارن، ترجیح اینه که پادشاه باشه تا اینکه ملکه باشه روی این تخت. در نتیجه وقتی که این فعاله و all children تمام بچه ها به صورت یکسان از هم دیگه تمام بچه ها به صورت یکسان کینگدام بینشون تقسیم میشه، اما چون میل پرفرسه، مثلا من اگه 3 تا دختر داشته باشم ولی یه پسر داشته باشم، کینگدامم تقسیم نمیشه دیگه، کل کینگدام میرسه به اون پسرم. ولی اگه پسر نداشته باشم بین 3 تا دخترم تقسیم میشه. اینو میتونید تغییر بدید، من دیگه تغییر ندادم، میل اونلیش میتونید بکنید، چون نمیتونستم تغییر بدم حقیقتا. اینو بعد برسین به یه جایی که اون خیلی منو داره، هنوز اونجا نرسیدم که توضیح بدم براتون اون چیه. باز یه منوی که پیشرفت کالچرتونه، پیشرفت کالچر رو فارسی من نمیدونم چی میشه، پیشرفت کالچرتونه، هر چی اون پیشرفت کنه قابلیت‌های بیشتری بهتون دست میده. این قابلیت رو بعد با یه پیشرفت خیلی زیادی از کالچر رو دست بیارین که بتونین اینو تغییر بدین. در شما اصلا نمیتونستم این تغییر بدم، این هم مثلا اینو من میخواستم تغییر بدم بکنمش، این های کرامتلتی میخواد آریش کالچر نکاری نداره، پرومو گنتور شد اسمش سخت، خیلی اسمش سخته واقعا، چون حالت قدیمی طوره یه سری کلماتش واقعا نمیشه تلفظ کرد به این راحتی ها. این از این. حالا این دعاشمون که میبینید چیز منه، وارث منه، میام پایین تر کینگدامونم، این کل زیر مجموعه همونه بدون هیچ لاستی، فقط به این میرسه. ولی من میبینید دوتا دختر دارم اینجا، به اینا هیچی نمیرسه، اینا میرن ازدواج میکنن با مثلا پادشاهای دیگه، میتونی با هم دیگه چیز کنین، اوکی شین باز دوباره اونا بیان بهتون کمک کنن تو جنگ. مثلا اینا کسایی این که مثلا خواهرش، دخترش، پسرش، چه میدونن، اینا با هم دیگه ازدواج کردن، بینشون رابطه زیبای صلح و دوستی برقرار شده. این خود چیز منه، ارتش منه. شما یه ارتش دارید که سربازای عادیتونه، شوالیه هاتونه، و یه ارتش دارید که ارتش اسپشیالتونه که میتونید بسازید، که این پیشرفت میکنه. اول البته بعضی کالچرها هم فرق داره، تعدادش حالا بستگی داره چه کشوری بردارین بر بازی کردن. این هم که میتونید مزدور هم میتونید با پرداخت پول این مزدورا رو به دست بیارید. هولی اوردر هم که اصلا صحبتشو نکنید، خیلی سخت توضیح دادنش. این کانسولمونه، اداره کشوره. این یارو چیزمونه، رهبر دینیه، چی میگه، مرجع تقلیده. خیلی سخته. این که چیزمونه، ایمپرسمونه، ملکمونه، کانسولر، مشاور میشه. این هم که خزانه دارمونه، این حالت اسپای مستر، جاسوسمونه، و این هم که مارشالمونه، یعنی فرمانده قوای نظامی و این چیزا. هر کدوم از اینا یه عالمه کارا میتونن بکنن. مثلا این میتونه کانسولر، میاد با بقیه کشورها صحبت میکنه نظرشون در مورد شما. اگه کانسولر بعدی بذاری ممکنه یه کشور دیگه بهتون حمله کنه، چون کانسولرتون به اون کشور توهین کرده. یه دیتیلی بازی داره واقعا اصلا باورتون نمیشه توضیح بدم. خزانه دارم که میتونه خیلی کارا بکنه، میتونه مالیات جمع کنه، یا میتونه تو یک منطقه خاص اون منطقه رو پیشرفت بده، میتونید منطقه خاصی رو انتخاب کنید، یا یه کالچرتون رو بیان مثلا یه کشوری گرفتید کالچرش مثلا فرانسه است، چون مثلا من ایرلند بود کشورم، اومدم پایین فرانسه رو گرفتم، کشورم شد فرانسه. فرانسه رو که مثلا من گرفتم، اومدم مثلا کالچرشون، فرهنگشون فرانسوی بود دیگه، من میتونم با استفاده از این گزینه بیام فرهنگ خودم رو فرو کنم به مردم اون کشور. خیلی زیبا. مارشالمون هم که میتونه قوای نظامیمون رو چیز کنه، آماده کنه، میتونه فرمانده تربیت کنه، یا میتونه یه حرکت خیلی زیبای دیگه بزنه. این که مثلا یه سری کشورها هستن، یه سری منطقاتون هی شورش میکنن، این میاد سرباز میبره اونجا، یا با شیوهای مختلف کنترلتون رو منطقه بالا میبره. چیز اسپای مستر هم که دیگه اصلا معلومه دیگه، جاسوس دیگه اصلا نیاز به توضیح نداره، میتونید سیکرت پیدا کنید و رازهای بقیه رو بفهمید و خیلی کارا خاصی میتونید بکنید. این کارهایی که دارید میکنید یا بر علیهتون میکنن. دیسکاور سیکرت،
مثلا پسر من فهمیده که من یه یاروی کشتم، خب پسرم دیگه. البته بعضی وقتا پسر مثلا نداره، من یه جایی توی یه سیف دیگه هم پسرم علیه خودم چیز کرد، قیام کرد. خب اولاق وایسا 20 سال دیگه میمیرن بعد تو میای پادشاه میشی دیگه، چه کاریه؟ سب کن. 60 خورده سالم بود، 5 6 سال دیگه، 5 6 سال نه، یکی دو سال دیگه میمردم. سب نکرد، اومد با بولدوزر رو مد شد. مثلا الان این خانومه چون میخواد علیه کشور من چیز کرده، کلیم کرده، گفته من وارث برحق این کشورم. من دیگه گفتم برو، قصه ندارم. اینم که هوکایی که داریم، مثلا رازایی که دارین بقیه رو میتونید در قبال این که اون رازا فاش نکنید پول بگیرید، حق سکوت بگیرید عملا میتونید بقیه، یا میتونید وادار کنید یک کسی رو که مثلا یه کاری میخواد انجام بدین اون هیچ وقت قبول نمیکنه، یا مثلا میخواین یه کشور منطقه رو ازش بگیرید، یه کاری میخواین بکنید اون هیچ وقت قبول نمیکنه. در ازای اون رازی که دارید، در ازای نگهداری اون راز مجبورش میکنه که قبول کنه. این چیزای اصلا عجیب غریبی داره بازی. اینم که نشونتون دادم، حالا میریم بحث این چیزا. خیلی بازی وجود داره، چیز میز داره. این صفحه اسکیلامونه. دیپلماسی داریم، مارشال داریم، استوارتشیپ داریم، اینتریگ نمیدونم چیه، و لرنینگ داریم. این نتونستم بخونم. اون دیپلماسی که عملا معلومه دیگه، میشه دیپلماسی. میتونید چیزهای مختلف، فوکوسهای مختلف رو انتخاب کنید و اسکیل تیرتون رو بیارین پایین. هر کدوم از اینا یه عالمه قابلیت میده، حتما بعد این کارو بکنید، وگرنه اصلا نمیتونید بازی کنید. این مارشاله برای نظامی و این چیزها. مثلا من همیشه استوارتشیپ رو فهمیدم، چون پول همه جا مهمترین چیزه، یعنی هیچ جایی نیست که تو بگی پول مهم نیست. اینم اسپای مستره و اینم لرنینگ که میتونید چیز میز یاد بگیرید، و مثلا در مورد دین و این چیزا خیلی تاثیر داره. ولی خب مثلا الان جایی که میخوام توضیح بدم براتون خیلی تاثیر داره. این دینمونه، میتونید شما دین تاسیس کنید در این حد بازی چیز میز دارم. واقعا نمیدونم تو نسخه چهارم چی میخوام بذارن. یه عالم دین داره، شما از مسلمون بگیر تا کریستین تا و خود کریستین خودتان مسیحی، این همه فرقه داره. مسیحی فرقه ما الان چیه؟ اینسولار نمیدونم چی هست، فرقه خوبیه، گیر نمیده اصلا. مثلا شما کریستین باشید دینتون باید بالا باشه. چرا؟ چون پاپ بهتون اجازه نمیده هر کاری بکنید. اگه یه کاری انجام بدید، مثلا به یک کشور داخلی حمله کنید بدون دلیل، بدون دلیل کسی نمیتونه حمله کنید، چون باید یه دلیل داشته باشید برای حملتون. چه میدونم وسط جنگ کروسیدر کینگ، چون کروسیدر وار داریم، مثلا جنگ مقدس داریم، مثلا پاپ اعلام میکنه حمله کنید به مثلا مسلمونا، یا چه میدونم به یا کشور دیگه، به این همه کشور وجود داره. پاپ میگه حمله کن، مثلا میگه البته روسیه مسیحیان، میگه به نورس حمله کنید، ارتشو برمی‌دارن به نورس حمله میکنن، مثلا 100 هزار نفر 300 هزار نفر به نورس حمله میکنن. نمیشه اصلا. شما اگه توی اون جنگ موقعی که میگید مثلا باشه من توی این جنگ شرکت میکنم، شرکت نکنید که خیلی کانسکوئنس بدی داره براتون، خیلی عواقب بدی داره. حالا شرکت میکنید، میگین باشه میام، ارتشتون رو میفرستین، یه ارتش دومی دارین، میگین ارتش دوم مثلا حمله میکنیم به مثلا پولند که اطرافمونه، یا به رومن امپایر، به امپراتوری روم. این وسط پاپ میاد میگه تو غلط کردی یا حمله کردی وسط جنگ ما، میزنه تو گوشتون، همه کشورهای دیگر رو حمله میداده بهتون، همه کشورها رو میگه بریزین اینو له کنید، 700 خورده کشور زیر مجموعه شن، از روم رد میشن. خیلی واسه بازی ریسک که همینجوری بخوای بازی کنی. هولی سایت که مکانهای مقدس که خیلی چیز میذارم، مثلا اینو من میخوام بگیرم، واقعا این جای مال پاپه، چون من دینم هم چیز نیست، کلیم هم میتونم بکنم. اما نکته ای که وجود داره اینه که 50,000 تا سرباز خودش تنهایی داره. اصلا بذارم چقدر پول داره، واقعا برام سواله، چون پول دارتر از من اصلا کشور فکر نمیکنم باشه. 418 بابا بچه نمیتونم یه عدد بگم، 4118 تا پول داره. حالا من نگاه نکنم 500 تا پول داره، من 120 تا در ماه در میارم.
شما وقتی بازیو شروع میکنی بعد 0.3 درآمد داری، من 120 خوام، نکن کشور رو انصافا لعنتی، کشور رو نگاه تموم نمیشه در این حده. الان مثلا اینجا نوشته من 62 تا از مکانهایی که زیر مجموعه خودمه پول در میارم، 80 تا در ما از ویژوالام، از فرمان روایی که زیر کینگدام من پول در میارم، 188 تا هم سایز کینگدام همه، 188 تا کلان شهر سایز کینگدام همه. چون مثلا هر کدوم از کلان شهر رو مثلا این نکنید خودش 3 تا چیزه، یه سیتی داره، یه دونه هم کلیسا داره، مثلا اینجور نیست که یه دونه کلیسا باشه بقیش خالی باشه، این بزرگترین مکانشه که میتونید باز بسازید، مثلا این خالیه، حالا اینجا میتونید شهر بسازید، تمپل بسازید یا قلعه بسازید، بستگی داره به خودتون. این حمله نبذار یه حمله بزنیم سربازا هم که توضیح دادم، چیز دیگه موند که کلی توضیح داده باشم، کالچر هم که گفتم دیگه، این کالچرتون رو میتونید این چیز میزا رو به دست بیارید و استفاده کنید ازتون، ازشون. دایناستی مونه که خاندانمونه، بعد پول داشته باشیم، مثلا اینو مثلا آنلاک کنم، بعد دایناستی تو خاندانتون باید شهرت کسب کنه، مثلا 2.5 تا توی این پادشاهی من داره شهرت کسب میکنم در ما خاندانم. خب بذار ما یه حمله بزنم به انگلیس. زیبا، یور کلیم یه دونه شهر، حتی مای کلیم که هیچ کدوم از اینا نیست، این چیز هرده مثلا کلیم یه کسایی هن که زیر مجموعه من هن، بذار این به درد نمیخوره، به اینا حمله نمی کنم، بذار به اینا حمله کنم، به یه جای حمله کنم که خوب. نه هیچ کدوم اینا به درد نمیخوره، بذار اینا بذارم تو گوش اینا، خوبه و همین حمله میکنم. چقدر بزرگ سرباز داره؟ 8 تا سرباز داره، با کوچیکی هنو در حد ما نیستی، برو بزرگ باد بیاد، بزرگ ارتش رو فرا بخونم، بیاین اینجا ارتش رو، بیاین اینجا رایز آل آرمیز، طول میکشه اینجوری نیست. آقا بذار کلی بگم، اللحاظ دیتیلی که بازی استراتژی داره، این قشنگ توتال وار در مقابل این جوکه، دیتیل بتل، چون این بازی بتل نداره. خیلی ها خیلی کسایی که این بازی میکنن میگن آقا این چه مسخره بتل نداره، و بتل منظورم اینجوری مثل توتال وار نیست که بری توی فایت فایتو نشون بده بهت، چنین چیزی اصلا بازی نداره، اصلا نمیتونه داشته باشه، نمیخوانن بیارن و اصلا اینجوری نیست. خیلی ها این اتفاقایی که تو بازی میفته بعد بخونین ببینین اصلا کانسکوئنس چیه، عواقبش چیه، چه اتفاقی افتاده اصلا. نه همین بهتره، خیلی بعد از روی فکر، واقعا بازی نیست که همینجوری بازی کنی، باید قشنگ رو فکر بازی رو بازی کرد، خیلی بازی هیولاییه، اصلا نمیخواد، داشتم میگفتم این بازی نمیتونه بتل داشته باشه، واسه خیلی کسایی که بابا چرا همه جا رو دارن میگیرن، چه غلطی داری میکنی شما، بذار من برم پادشاهیشون رو میگیرم، اصلا نمیخوام داشته باشه. خیلی کسایی که نقدم میکنن میدونن این قضیه رو، برای همین اصلا نقد منفی من ندیدم که بگه اوه اینا بتل ندارن تو نقدا، ولی خب مثلا یوزرها خیلی میان میگن که این بازی مثلا بتل نداره و درد نمیخوره، اصلا نمیتونه این بازی بتل داشته باشه. چرا؟ چون توتال وار 20 خورده ای سال داره، توتال وار کریتیو اسمبلی داره میسازه، توتال وار سیکرت اکسپوز، کی مرد؟ پسرم مرد. چرا پسرم مرد؟ خب سیوو برمیگردونیم، خیلی شیک و مجلسی، چون وارث نداریم، وارث داریم، دخترمون هست برای وراثتمون، اما من این پدر سلواتی و 20 خورده ای سال دارم تعلیم میدم که بشه پادشاهم. بذار از چیز ورش دارم، این فکرم تو جنگ مرد، بذار انایت ورش دارم، پسر من کو بچه من
بچه کجایی؟ Your visual nephew my son forbid. نمیخوام بابا بچه‌م میمیره. همین الان دهنمون بنز کافی داره سرویس میشه. شما اینا رو باید خیلی تعلیم ببینیم. میتونی مثلا اگه اتفاق بعدی بیفته بعضی وقتا میتونی از بقیه این چیزات استفاده کنی. چی شد؟ شوشکا سربازه فکر کنم گزینه رو اشتباه زدم. Rise all here. ها ها نیومدن اصلا هنوز حواسم نیست. بازی اصلا نمیتونه تو بتل داشته باشه. توتال وار بعد این همه سال ته بتلی که میتونه داشته باشه 20000 نفر در واقع 20000 نفر کلا 20000 نفر میتونن توی اون محدوده جنگ باشن. بقیه برای خودشون بازی میکنن یا بعدن میان تو. اما این حالا اینجا نگاه نکنید من فقط 23 تا سرباز 23 کا سرباز دارم. بتل میفته 1,000,000 سرباز در مقابل 1,000,000 سرباز. چجوری میخوان اینو در بیارن اصلا؟ نمیشه در آورد. و اصلا فنای این بازی هم اصلا مشکل ندارم واقعا با این قضیه که این بازی بتل نداره. خب فقط سر میکنم. آخ مردم. 70 سالم بود آخه. 30% داداش تو عشق منی. تو کجا بودی تو الان؟ خب بذار من یه حرکت هایی بزنم. بذار اول کنسولمون رو انتخاب کنیم که کیا تو کنسولمون باشن. خب تو که بعد بذار اول پاورفول داداش. پاور از همه مهمتره چون اینا قاطی کنن له هم میکنن. خب بذار تو که داداشی مونی. شما چین نالج تو بیا اینجا. پاور تو دیپلماسیت که خیلی خوبه داداش. تو اصلا فقط مذاکره کن. 5 دیپلماسیش زحمت کشیدی خود خسته نکنی بخ عزیزم. این سه تا پادشاه هم فقط بذار رای این آخریه اینجا. تو که بالاتری. اشتباه شد آقا اشتباه شد. تو بیا اینجا. اوه دهن سرویس چقدر تو خرابی. هیچ جا نمیتونی بیای. تو چی؟ 9 تا بیا بیا آقا بیا هم تو بیا اشکال نداره. تو بیا مذاکره کنندمون باش. تو بیا مارشالمون باش. عزیزم تو هم بیا کنسول چیزمون باش. مالیات و این چیزا خزانه دارمون باش. خب بله یه سری قاطی کردن قراره بیان نرممون کنن. سه تا اینا میخوان از کینگا ما جدا بشن. این کلیم کرده که بیاد ما رو نصف کنه. بذار من تو رو بکشم. خب این تو بذار حالا دو تا ایجنت استخدام کنن. یه ایجنت که بالا سر کاره. تو هم بیا یه پولی بگیر اینو بکش دیگه. پاور فلان تو که خوبی. تو هم هیچی. اوکی بریم. تو چند سالته؟ 20 سالته. دختر چند سالشه؟ نمیدونم. بذار حالا وقت ازدواجه. نگوشیت الائنس. خب تو که اوکی. This is you Your sister. بله اصلا هیچ کی نداره که ازدواج کنم با my sister. Your cousin. هیچ کی نیست. ازدواج تعطیله. تو کی پس؟ طلاق بگیر آقا. نمیدونم کی هست. بیا با این ازدواج کن. نگو که این اون بود. این همون زنی بود که الان طلاق دادم. طلاقش دادم دوباره باشه ازدواج کردم. مریضم بیمارم. خالی این با این ها چیز شدم دوباره داداشی شدم. اشکال نداره.
برین آقا شما اینو بگیرید. چی شد دیگه؟ چی شد؟ مردم. داداش ولم کن، 20 سالت بود چرا مردی؟ ابله سیمو برو کردون. داداش 20 سالش بود، اصلا نمیخوام بجنگم. دو دفعه سالا اومدم اینجا رو بگیرم، هر دفعه یه گندی میزنه، این دفعه سومه دیگه. نمیخوام آقا، اصلا جنگ تعطیل، پول جمع کن. تو 20 سالگی کدوم بازی میمیره؟ شما بچی با ما چیز نیستین. خواهد دهن سرویس ها هیچی ندارن که من بتونم باشون ازدواج کنم. خاندانشون هیچ بچه اصلی نداره. شما مثلا اینا چی هن؟ کی میگن؟ رعیت زاده هن. یعنی شما اگه با اینا ازدواج کنید باعث نمیشه که این قضیه با این کینگدام شما داداشی بشین. کلمشو پیدا نکردم. باعث نمیشه این کار، باعث نمیشه که شما با این داداشمون صلح داداشی کامل بشین که شما اگه جنگ بشه علیه تو این پاشه بیاد کمک کنه و این خرت و پرتا. این باعث نمیشه. باید حتما خاندان این باشن، مثلا باید پسرش باشه، بچهش باشه، پسرش با بچهش یکی، پسرش باشه، دخترش باشه، خواهر برادرش باشن، پدر مادرش باشن. الان این آره دیگه، اینو من از اینجا گرفتم، بچه این پادشاهی اینجاست، پادشاه اینجاست. الان منم روی این کلیم میکنم، میرم کل پادشاهیشون رو میگیرم. کلیم کیه؟ دکتر دوری گفته ناکام become your visual get kingdom. اتک اینو دیگه اتکر رو میزنم تو گوشش. بذار ببینم اگه رومیا هستن اینا بتونن بیان ما کمک کنن، که نیستن نمیام، کلا کسی رو ندارن برای ازدواج. دخترمون که اینا هم هیچکی نیست برای ازدواج. این کینگدام نگ... آه اصلا ایران نشون ندادن رو زیادم رفت کو؟ آه پرشین امپایر. اصلا خیلی ایران بزرگتر بود، گند زده این کسی که چون اینجوری نیست بازی رو تاریخ جلو نمیره. این چیزاش که میندازم وسط دیگه دستگی داره به ای آی که چیکار کنه. ایران اصلش توی بازی از اینجا، از این قسمت، این قطر نیست، این چیه؟ قزوینی. از اینجا شروع میشه ایران، از اینجا توی بازی شروع میشه، میاد اینها مال ایرانه، اینجا هم مال ایران، تا اینجا. یعنی این محدوده کامل مال ایران بود. حالا این یارو گند زده دیگه. اوه واسه ببینم ارتش هم داره چیز میشه، حواسم نبوده. چیکار کنم؟ روسیه داداش تو نداره کسی با ما ازدواج کنه؟ آه مثلا این داره ازدواج میکنه. خیلی زیبا، یعنی زحمت زیادی کشیدی عزیزم. تو کی؟ آه من خودت کشورشون رو میخوام. تو چی میگی اصلا؟ پرینس آلفری آف روسیا. کلن دو تا سرباز داری، چون این پادشاه نیست. این چه میدونم چه کوفت دیگه ایه. نمیخوام آقا. تو کی؟ کلن همه تعطیلن، فقط ما خیلی زد بس که تو جوجه کشی را انداختیم اینجا. چه وضعشه؟ قبول نمی کنه. این قبول میکنه دخترش بشه؟ نه قبول نمیکنه. چرا قبول نمیکنی؟ نه بابا. آخ ما وقتمون تموم شده واقعا دیگه، خیلی بازی بزرگرد شد، نتونستم هر چی که میخوام توضیح بدم. امیدوارم از دیدن این نیم ساعت لذت برده باشین. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنین، کانال هم حتما سابسکرایب کنین تا یه ویدیو دیگه به قول عمو قنات یه برنامه. خدا نگهدار. این تیک آخر رو نمیدونم چرا میگم همیشه. رو مخم میره. دوست دارم همیشه قبل از خدافظی یه چیز دیگه بگم. متفاوت ظاهر شم. هیچ دیگه آقا. این ویدیو رو لایک کنین، کانالم سابسکرایب کنین. خدا نگهدار.